به شما شاگردان خوب امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند امروز میخواهیم سوالهای آخر فصل هشتم را با هم یک جای کار کنیم با حل سوالهای فصل هشتم کیمیای سنف هشتم با من همراه باشید سوال های شما دارای چندین بخش می باشد که بخش اول در رابطه با سوال های تشریحی است. از شما خواسته شده است که سوال های را به طور کامل جواب دهید. اولین سوال تشریحی شما معادلات تعاملات کیمیاوی زیر را تکمیل نمایید. برای شما سه معادله کیمیاوی داده شده است که با هم بر روی تختصیح نوشته می کنیم برای اینکه معادله را تکمیل کنیم و محصولات مورد نظر را نوشته کنیم. سه معادله برای شما داده, داده, شده است و از شما خواسته شده که محصولات مورد نظر را نوشته کنید و معادله را تکمیل کنید. خب معادله رو دقت کنید NaNa2CO3 جمع CaNO3 دو در اثر تعامل دو مرکب باعث می شود که کتیون فرمول اول با انیون فرمول مولکولی دوم وارد تعامل شود و کتیون فرمول مولکولی دوم با انیون فرمول مولکولی اول وارد تعامل شود و به این ترتیب محصولات جدید تولید می شود خب NA تعامل تعامل می شود با no از فرمول می شود N A NO, جمع CACO, C A C معادله مرد نظر را بخوایم توضیح کنیم تعداد اتم های سودیم در سمت راست یک تا در سمت چپ دو تا پس باید یک ضریب دو در این قسمت قرار بدیم که تعداد اتم های سودی هم در دو طرف معادله با هم مساوی شود تعداد انیون ان سه در سمت راست دو تا در سمت چپ هم دو تا است. پس تعدادشان با هم مساوی است تعداد اتم کلسی هم در دو سمت معادله یک تا است. تعداد سی او سه انیون سی او سه در سمت چپ یک تا در سمت راست هم یک تا پس تعدادشان با هم مساوی با قرار دادن یک ضریب به دو در این قسمت معادله توزین شد. معادله دوم رو با هم حل میکنیم. باز در معادله دوم هم به این صورت لیتیم که یک کتیون می باشد با انیون فرمول اول وارد تعامل می شود. پس مرکب میشه چی؟ ال آی CL L. OH با H وارد تعامل می شود میشه H2 او مولکول آب. معادله را اگر توازن کنید در دو سمت معادله تعداد لیتی هم مساوی تعداد کلورین هم مساوی است با هم تعداد اتم های هایدروژن هم در این قسمت دو تا است در سمت راست هم دو تا و با هم مساوی است تعداد اتم های اکسیژن هم در دو سمت معادله با هم برابر و هم مساوی معادله توزین شده است. معادله سوم را با هم نوشته میکنیم. باز در معادله مورد نظر خوب دقت کنید کاتیون فرمول اول با انیون فرمول دوم وارد تعامل می شود. پتاسیم با SO4 فرمول می شود که SO4 چون SO4 دارای یک انیونی می باشد دارای چارچ منفی دو می باشد دو را در قسمت تحتانی پتاسیم قرار می دیم. پس فورمول می شود K2SO4 H می مانه با OH که مولکول آب را برای ما تولید می کنه. اگر معادله را دقت کنید فرمول اول چون او OH اچ داره یک الغلی است. فرمول دوم چون در ابتدای فرمول اتم هیدروژن اچ داره یک تیزاب است فرمول در اثر تعامل یک تیزاب با القلی نمک حاصل می شود و مولکول آب خب معادله را اگر توازن کنید در سمت چپ پتاسیم یک تا در سمت راست دو تا است پس یک ضرب دو باید در اینجا قرار بیتیم تعداد انیون SO4 در دو سمت معادله با هم مساوی است تعداد اتم های هیدروژن در سمت چپ دو جمعی دو می شود چهار پس در سمت راست هم باید یک ضریب دو قرار بدیم که دو ضرب دو بشه چهار تا تعداد اتم های اکسیژن هم در سمت چپ دو تا در سمت راست هم دو تا است پس تعداد آنها با هم مساوی و برابر است این قسمی ما تانستیم معادلات کیمیاوی را تکمیل کنید و محصولات مورد نظر را نوشته کنید سوال دوم معادلات تعاملات کیمیاوی را مرکبات زیر را بنویسید الف باریم کاربونیت و تزاب شوره به تعامل سلفیت مس دوولانسه و باریم کلوراید جیم تعامل پوتاشیم کلورایت و نایتریت نقره باز هم برای اینکه معادلات تعاملات کیمیاوی را با هم نوشته کنیم و ببینیم چه محصولات را تولید میکنند باید بر سر تختصی سیاه با هم یک جای این فرمول ها را نوشته کنیم بخواییم معادله کیمیاوی سه معادله تحلیل را نوشته کنیم باید فرمول مولکولی هر کدام از این مرکباتی که در اینجا نوشته شده است را باید بلد باشیم باریم کاربونید باریم با چارچی مثبت دو همیشه در تعاملات یا معادلات کیمیاوی وجود دارد کاربونید هم که سی او با دو چارچی منفی است. فرمولویس رو اگر انجام دهید ولانس ها با هم جای به جای می شود و چون ولانس های آنها با هم مساوی هست پس با هم ساده می شود و فرمول می شود فرمول باریم کاربونیت می شود بی ای سی او سه جمعی تیزاب شورا تیزاب شورا هم فرمول مالکولی آن شما بلد هستین H 3 است خب فرمول رو نوشته کردیم در اینجا می ببینیم که بی ای سی او با اچ وارد تعامل که می چه محصولات رو برای ما تولید میکنند. B بی ای که كتیون فل... كتیون فرمول مالکولی اول میباشد با انیون فرمول مالکولی دوم وارد تعامل می شود بی ای این او سه دو داخل قوس زریع به دو را قرار می دهیم زریع به دو ولانس بی ای می باشد جمع اتم هایدروژن باقی می با سی او سه که اچ دو CO3 یا گاز کاربونیک اسید رو برای ما تولید میکنه. معادله را اگر توضیح کنید در دو سمت معادله تعداد اتم های B با هم مساوی است تعداد انیون های NO3 در سمت راست دو تا در سمت چپ یک تا پس یک ضرب دو باید در اینجا قرار بدید تعداد اتم های هیدروژن در سمت چپ معادله دو در سمت راست معادله هم دو تا است تعداد که انیون سی او سه در دو سمت معادله با هم مساوی است. پس معادله به این قسم توزین شد. معادله دوم را سلفیت مس دو ولانسه خب در اینجا مس دو ولانسه برای شما داده شد یعنی سی یو به این صورت است سی یو مثبتی دو چرا چون گفته مثل دو ولانسه سلفیت مثل دوولانسه سلفیت رو هم شما فرمول انیونش بلد هستین SO چهار با دو چهار چی؟ منفی خب فرمول مرکب ما رو نظر رو کنیم باز هم چون هر دو دارای ولانس مساوی هست با هم ساده میشن و فرمول میشه سی یو چهار پس در اینجا نوشته میکنیم سی یو جمعی باریم کلوراید باریم را شما میدانید دارای چارچی مثبتی دو از کلوراید هم یک انیونیست با یک چارچی منفی بلانس های آن جای جای میشه یک برای باریم نوشته میشه دو هم در قسمت تختانی کلورایت قرار میگیره منفی و مثبت هم هضم میشه پس فرمول میشه BaCl2 خب سیوس و چار جمع بی ای سی ال دو حالا میتونیم که محصولات مرد نظر رو نوشته کنیم سیو که کتیونی فرمول مالکولی اول میباشد با انیون فرمول مالکولی دوم وارد تعامل میشه پس میشه سی یو سی ال دو دو چی است؟ دو ولانسی سی یو می جمعی چی باقی مانده؟ بی ای با اس او چهار بی ای اس او چهار خب معادله را توازن کنید در دو طرف معادله تعداد اتم‌های مس با هم مساوی است تعداد انیون های SO4 هم با هم مساوی است یک تا است و تعداد باریم هم در دو سمت معادله با هم مساوی و معادله توازن شده است فرمول معادله کیمیاوی آخری را دقت کنید پتاسیم کلراید پتاسیم کلراید را شما میدانید که فرمول مولکولی یعنی قسمی است که کلوراید هم سی ال نایتریت نقره, نقره ها رو هم میدونید نقره رو با نماد ای جی نمایش داده میشد درست است نایتریت هم ان او سی منفی است ای جی هم که یک چارچ مثبت داره چارچ مثبت و منفی در فرمول نویسی حذف میشه و چون نمبر یک هست مثبت یک و منفی یک میباشه ما یک را نوشته نمی کنیم فرمول میشود ای جی سه پس کسی جمعی ای جی سه وارد تعامل میشه محصولات که برای ما میته کتیون فلز فرمول مولکولی اول با انیون فرمول مولکولی دوم وارد تعامل میشه میشه KNO3 جمعه خب چی باقی مانده ای جی و سی ال ای جی سی ال میشه فرمول مولکول بعدی ما. خب به ترتیب فرمول مولکولی نوشتن محصولات به دست آمد معادله را اگر توضیح کنین در دو طرف معادله تعداد پتاسیم مساوی یک است در دو سمت معادله نقره یک است مساوی و این هم در دو طرف معادله با هم مساوی است و تعداد آن با هم برابر و توضیح شده است پس این قسمی ما فرمول نویسی رو انجام بدیم و محصولات ما نظر رو نوشته کنیم سوال سوم چرا ان به حیث کود استعمال می شود با کدام دلیل این مرکب شوره چیلی نامیده می شود نمک ان ای اگر دقت کرده باشین به ساختار آن در ساختار آن اتم نایتروژن وجود دارد. اتم نایتروژن یا عنصر نایتروژن هم از جمله هایی می باشد که در کودهای کیمیاوی بسیار تأثیر گذار است و باعث استحکام نباتات می شود. به همین خاطر به حیث کود از آن استفاده می شود. و اما به این خاطر که این معدن آن در کشور چیلی می باشد به این خاطر نام آن را شوره چیلی گذاشته شده است. سوال چهارم فرمول کیمیاوی مرکبات کلسیم نایتریت، پوتاشیم برومایت، المونیم سلفید، مگنزیم کاربونید و فیریک فاسفیت را نوشته کنید. فرمول هر کدام از اینها را باید بلد باشین، نمادهای هر کدام را بلد باشین که بر روی تخته با هم نوشته و حل میکنیم. از شما خواسته شده که فرمول مالکولی کیمیاوی هر کدام از اینها را نوشته کنید. شما با یاد نمادها یا سمبول های هر کدام از انصار هایی که نوشته شده است میتونید فرمول مولکول را نوشته کنید کلسیم نایتریت کلسیم رو ما میدانیم که مربوط به گروه دوم است و با دو چارچ مثبت در تعاملات کیمیایی یافت می شود نایتریت رو هم میدانیم یک انیونیس با یک چارچ منفی بلانس ها با هم جای به جای می شود مثبت و منفی هم حذف می شود پس فرمول میشه چی C سه داخل قوس دو رو عدد دو رو قرار میدیم که مربوط به سی می باشه فرمول دوم را دقیق کنید پتاسیم و صورت کی مثبت در تعاملات کیمیاوی یافت میشه بروماید هم یک انیونیس با یک چارچه منفی چارچه منفی و مثبت حذف میشه فرمول مولکولی کبیار نوشته میشه فرمول دوم المونیم سلفید المونیم به صورت 3 چارج مثبت یافت میشه سلفید هم که انیونیس با فرمول مالکولی SO4 با دو چارج منفی خب منفی و مثبت حذف میشه و ولانس های سه و دو جای به جای میشه سه برای SO4 دو برای المونیم نوشته میشه پس فرمول مولکولی میشه HL دو SO چهار C چون SO 4 دارای ذریب چهار یا زیوند چهار می باشد پس داخل قوس عدد سه رو خارج از قوس عدد سه رو هم قرار می تید. فرمول بازمشات اال2 اس 4 سه مرتبه خب فرمول بعدی را در واقع منیزیم کاربونید منیزیم رو ما میدانیم از جمله فلزاتی است که دارای دو charge مثبت میباشد منیزیم ام جی مثبت 2 کاربونید هم میدانیم که آنیون است با دو charge منفی اس 3 منفی دو. منفی و مثبت هست چون والانس های آن با هم مساوی و برابر هست با هم ساده میشن و فرمول می شود MgCO3 فرمول بعدی فیریک فاسفید خود دقت کنید شاگردها فیریک نام معمولی اتم آهن می باشد درست است که <تصح> در نامگذاری معمولی ما فیریک می کردیم از پسوند ایک ما متوجه می شویم که اتم آهن دارای ولانس بلند است یعنی چند است مثبت سه است ما اتم آهن که با اف ای نمایش می دادیم هم به صورت مثبت سه یافت می شود هم به صورت مثبت دو در صورت که ولانس بلند یعنی مثبت سه داشت ما از پسوند ایک استفاده می کردیم آی سی پس فیریک میشود شود مثبت سه فاسفیت هم از جمله انیون های است که فرمول مولکولی آن PO او چهار با سه چارچی منفی است خب باز هم چون که ولانس های آن با هم برابر است و مساوی ساده میشه فرمول میشه بعد اف او چهار باید ترتیب شما تاثیثین شاگردان عزیز با استفاده از نمادها و فلاننس ها فرمول های را نظر را نوشتار کنید. سوال پنجم نام های مرکبات Be(NO3)2 3 n 2 baso 4 cucl را نوشته کنید. برای اینکه نام هر کدام از این مرکبات را نوشته کنیم باید چون گفته نشده است بر روش معمولی یا آیوپک ما بر روش آیوپک که معمول ترین و رایج ترین نامگذاری نمک ها باشد نام اینها را نوشته می در نامگذاری نمک ها بر روش آیوپک اول نام فلز بعد از او ولانس فلز مورد نظر را برقام رومی و در آخر هم نام انیون مورد نظر را نوشته می خب برای اینکه نام اینها را نوشته کنیم بر روی تخت سیاه فرمول ها را نوشته و نامشان را با هم کار میکنیم و نوشته میکنیم خب نام هر کدام از مرکبات رو بر روش آیو پک بخوایم نامگذاری کنیم اول نام فلز و بعد از او ولانس فلز مورد نظر رو نوشته میکردیم برقامی رومی و در آخر هم نام انیونی مورد نظر خب پس مرکب اول قسمی میشه نام مرکب اول میشود بریلیم دارای چند است دارای ولانسی دو است پس دو رو هم و ارقام رومی داخل قوس نوشته میکنیم و در آخر هم نام انیونی مورد نظر که نایتریت است مرکب دوم نام فلز لیتیم ولانس آن چند است؟ ولانس آن مثبت یک است پس یک را با داخل قوس نوشته میکنیم در آخر هم نام کاربونیت که انیون مربوط هم میباشد را نوشته میکنیم فرمول بعدی نام فلز سودیم ولانس آن یک است داخل قوس نوشته میکنیم و نام انیون که کلوریت است مرکب بعدی نام فلز استرانسیم استرانسیم زری دو که در قسمت تحتانی آیودایت قرار گرفته است نشان دهنده چی است نشان دهنده ولانس استرانسیم است پس به زبان رومی داخل قوس دو را نوشته میکنیم و نام, انیون مورد نظر آیو داید. مرکب بعدی نام فلز باریم. ولانس آن مثبت دو است. چرا مثبت دو است؟ مثبت دو ولانس باریم است. اس او چهارم منفی دو می باشد که دو با دو ساده شده است و فرمول شده به ای چهار. پس ولانس آن دو است. به صورت رومی نوشته می دو. نام انیون که می شود سلفید نام مرکب آخر مرکب مورد نظر مس می باشد نامش ولانسون مثبت یک می باشد چرا؟ چون سی ال هم منفی یک می باشد منفی یک و مثبت یک با هم ساده شده است که شده سی ال سی یو ال خب بس پس دارای ویلانسی یک می باشد داخل قوس نوشته میکنیم و در آخر هم نام انیون که کلوراید است قسمی نام مرکبات نوشته شد سوال ششم از تعامل کیمیاوی کدام مرکبات تنها نمک و آب حاصل می شود؟ از تعامل القلی ها و تیزاب ها نمک و آب تولید می سوال هفتم بچین چه نوع تعامل تعامل خونسازی گفته می شود؟ تعاملاتی که القلی ها با تیزاب ها وارد تعامل می شود و نمک و آب را تولید می ما با یک قسم تعاملات تعاملات خونسازی می گیم. خب رسیدیم به بخش سوال های چهار جوابه به هر سوال چهار جواب داده شده است فقط یکی صحیح می باشد که جواب درست را انتخاب کنید نمک و آب از تعامل دو نوع مرکب مختلف زیر حاصل می شود محلول های آبی نمک و تزاب، محلول های آبی القلی و تزاب، محلول های آبی یک القلی با القلی دیگر یا که محلول های آبی نمک و القلی در اثر تعامل محلول های آبی القلی و تیزا باعث میشه که نمک و آب تولید شد. پس جواب سعی میشه و گذینه ب. سوال نهم نام مرکب آل دو سی او سه،, سه مرتبه عبارت است از الف کاربونیت امونیم، المونیم کاربون دایوکساید، المونیم کاربونیت یا المونیم کاروباید. خب مرکب مورد نظر آل نامش المونیم است. CO3 هم نامش کاربونیت است. پس نامش میشه المونیم کاربونیت. جواب صحیح در گزینه جیم مشاهده می شد. سوال دهم فرمول کیمیاوی باریم نایتریت عبارت است از BaNO3 ای دو گزینه ب BnO3 گزینه جیم BaCO3 و گزینه دل هم b 2 so 4 خب رو را با نماد بی ای نمایش میدادیم درست است پس گزینه بی و دال هضم می شود نایتریت را هم به صورت ان او سه نمایش می دیم پس جواب صحیح می شود گزینه الف بی ای ان او سه دو نام مرکب اف ای او چار دو به سیستم آیو پک عبارت است از فیریس فاسفید آیرون سه فاسفید فیریک سلفید آیرون دو فاسفید خب آهن چون گفته بر روش آییوپک شاگردان عزیز آهن را ما بر روش آیوپک به نام آیرون نوشته میکردیم پس گزینه الف هضم میشه گزینه جیم هم حذم میشه از بین گزینه ب بی و دال چون در سیستم آیوپک بعد از اینکه که نام فلز را نوشته میکردیم ولانس فلز مورد نظر را به ارقام رومی نوشته میکردیم و بعد از اون نام انیون را نوشته میکردیم در این فرمول شما دقت کنید آهن زریب دویی که در قسمت تحتانی پی او چار قرار گرفته است ولانس آهن را نشان می دهد درست است پس ولانس آهن می شود آیرون دو نام انیون هم می شود فاسفید پس جواب سعی می شود گزینه دل آیرون دو فاسفید سوال دوازه هم نمک ها به صورت عموم دارای رابطه ای، اشتراکی هیدروژنی، کوالاند یا آیونیک است نمک ها رو ما یاد گرفتیم که رابطه ای آیونیک دارد پس جواب صحیح میشه گزینه دال رسیدیم به بخش سوال های جای خالی جای خالی جمله های زیر را با کلمات مناسب پر کنید نمک ها مرکبات جامد کریستالی و شکننده است سوال چهاردهم هم از تعامل تیزاب ها و الغلی ها جای خالی و جای خالی به دست می آید نمک و آب به دست می آید سوال 15 هم از تعامل محلول های آبی AGNO3 و HCL مرکبات جای خالی و جای خالی حاصل می شود. برای اینکه ببینید چه مرکباتی حاصل می شود باید فرمول یا مدل کیمیاوی رو برای تختصی نوشته کنیم. <متصفح> خب در اثر تعامل AGNO3 و HCL کتیونه فرمول اول با انیون وارد تعامل میشه پس میشه ای جی ای سی ای ای جی سی ال. بقیه ای بقیه ملکول هم با هم ایچ این او پس محصولاتی که تولید میشد ایچ این او و ای سی ایل است پس از تعامل محلولهای آبی ای جی این و ایچ سی ایل مرکبات ایچ این او و ای سی ایل ای حاصل میشد سوال 16 هم. منرال منرال سیلونایت دارای فرمول کیمیاوی جای خالی است سیلونایت از جمله مرکباتی است که حاوی نمک کاسیل بود که فرمول آن ترکیبی از NaCl و کاسیل است پس در جای خالی نوشته میکنید کنید NaCl کاسیل سوال 17 هم. از نمک تمام برای استحصال سدیم هیدروکساید سدیم کربنید و عناصر استفاده می شود. رسیدیم به سوال هایی که دارای ستون سوال ها و جواب ها از شما خواسته شده با مقایسه هر دو ستون شماره جواب ها را در قوس مقابل سوال مربوطه نوشته کنید. سوال اول به حیث کود استعمال می شود. به حیث کود استعمال می شود یا کاسیل یا این ای سی ال. سودیم نایتریت با عنوان کود برای رشد نباتات استفاده می شود به خاطر وجود عنصر نیتروژن در ساختار آن از آبهای شور ابهار نیز تهیه می شود این نمک تعام توسط عملیه تبخیر باعث می که این نمک از آب شور ابهار نیز به دست بیاید پس نمبر سه رو به داخل قوس نوشته می کنید سوال بیستم در تنظیم تقلصات قلبی نقش دارد کسیل یا پوتاشم کلوراید از جمله نمک هایی بود که در تنظیم تقلصات قلبی نقشی بسیار ارزنده ای داشت. پس نمبر دو رو از ستون جواب ها به داخل قوسی سوال نمبر 20 نوشته میکنیم. سوال بعدی ای AG جی او جمع ای خب معادله رو باید برای تختصی ها نوشته کنیم که با کدام یک از جواب ها در ستون جواب ها مطابقت دارد. خب معادله ای که برای شما داده شد قسمی هست که کتیون فرمول اول با انیون فرمول دوم وارد تعامل میشه میشه فرمول ای جی سی ای جمع ان ای ن او سه. مرکباتی که برای ما داده شده است نمک ان ای ن او سه تولید شده است در ستون جواب ها ما یک فرمول مولکولی داریم به این صورت ای جی سی ال جمع ان ای ان او سی که تعاملی که میده کتیون فرمول اول با انیون فرمول دوم میشود ای جی ان او سی جمع ان ای سی ال در فرمول ستون جواب ها که این معادله کیمیاوی داده شده از شاگردان نمک NACL تولید میشه. در ستون سوال ها نمک nano تولید و استحصال میشه. نتیجه میگیریم که این دو جواب با هم میتونه مطابقت داشته باشد که در هر دو معادله نمک های پرکاربرد و مهمی که در زندگی روزمرگی ما و شما استفاده می شود و تولید می شود. پس سوال 21 مادله کیمیاوی رو که برای تختصیا نوشته کردیم جواب آن میشه نمبر 5 در داخل ستون جواب ها که نمبر 5 رو پیدا میکنه و داخل قوس نوشته میکنه. سوال 22 که آخرین سوال شما می باشه کاپر دو سلفید نام آیوپک یک مرکب را نشان داده است که در ستون جوابها ها سی او, اس او چهار نامش میشه کاپر دو سلفاید پس نمبر چهار را از ستون جواب ها به داخل قوس نوشته میکنید که مربوط به سوال بیست دوم میباشد خب شاگردان عزیز امیدوارم که سوال ها را به درستی حل کرده باشین کتاب کیمیای سینف هشتم شما باخیر رسید امیدوار هستم که در امتحانات شما موفق و پیروزمند باشین شما را به خداوند بزرگ می سپارم خدایا رو نگهدارتان باشه